سلام به همه دوستان و همراهان سهشنبه سوم آبان ماه 1401 25 اکتبر 2022 بازم یادآوری کنم که فردا چهارم آبان چهلومین روز قتل ناجوان مردانه و فجیع محسا امینی ژینا، و چهلومین روز آغاز نهزت آزادسازی ایران در جدیترین مرحله خودش امیدوارم از این فرصت به خوبی استفاده بشه و پاسخی داده بشه به گذافگوی های پایان ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی دیدم نماینده قوم که حالا توصیه میکنم یه سرچی رو اسمشون بکنین امیر آبادی که خیلی شهرت عجیب غریبی تو قوم داره گفته که آمریکایی ها از لحظات اول توطئه کردن و برنامه رو اونا ساختن یعنی آمریکایی ها احتمالا به گشت ارشاد گفتن محضا رو دستگیر کن توی ون کتکش بزن توی پلیس ضد اخلاقی کتکش بزن هلش بده ضربه به سرش بزن خب به هر حال میگن اون یکی هم که اومد گزارش رو خوند واقعاً باعث شرمندگی هر کسی که از جمهوری اسلامی دفاع میکنه اون مخبری که اومد در مجلس در صحن مجلس گزارش رو خوند من امشب میخوام در مورد بحث تحریم تیم فوتبال صحبت بکنم و دلایلم رو بگم اما قبلش توضیح بدم ببینید دوستان من اصلا خواهش میکنم حالا اگر یک جایی هم سخن من به نظرتون گویانی سوال کنید بپرسید من درستش بکنم ولی بله خواهش میکنم دقت کنید اگر میخواید کمک فکری بکنید اگر میخواید حالا کسانی که بنا دارن به هر نحوی مخالفت کنن دستشون درد نکنه زنگ تفریح برای من هم هست اما کسانی که واقعا استدلال دارن یا تصور میکنن که ایرادی در صحبت هست شرطشی که اول صحبت رو کامل گوش کنن و بعد قضاوت کنن من دیشب در مورد رابرت مالی که صحبت کردم دوستان توضیح دادم که هم رابرت مالی هم بایدن هم اوباما به کامل توضیح دادم که اینها دنبال این هستند که با جمهوری اسلامی ارتباط برقرار کنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو خوان بمونه نفع آمریکا نفع اسرائیل و نفع بسیاری از کشورها قدرت یا غیر قدرت منطقی و جهانی در اینکه جمهوری اسلامی بمونه چون با بودن جمهوری اسلامی بسیاری از اهدافشون محقق میشه اسرائیل که در ابتدای انقلاب یک رابطه نیمبند فقط با مصر داشت به عنوان تنها کشور عربی و اسلامی امروز کشورهای عربی مسابقه گذاشتن برای ارتباط با اسرائیل حتی کشورهایی که نسبتاً رابطهشون با جمهوری اسلامی خود خب مثل قطر و ترکیه قویترین ارتباطات اقتصادی و سیاسی و نظامی رو حتی با اسرائیل دارن خب این از برکت جمهوری اسلامی چرا باید از جمهوری اسلامی ناراحت را باشم امروز به برکت جمهوری اسلامی جمه... آمریکا قادر هر سال صدها ملیار حالا هر سال شاید اقراق بشه ولی در هر دوره‌های زمانی صدها میلیارد دلار سلاح به عربستان و سایر کشورها بفروشه چرا باید جمهور اسلامی سرنگون کنند اگر جمهور اسلامی سرنگون بشه و سرمایه گذاری کافی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران بشه بسیاری از کشورهای منطقه ضرر خواهند کرد به یمن وجود جمهوری اسلامی قطر ببینید به چه ثروتی رسیده امارات به چه موقعیتی رسیده ترکیه چه جایگاهی در جهان پیدا کرده چرا جمهوری اسلامی بره انگلیس، فرانسه، آلمان همشون هم میتونن اینها همشون وجود یک حکومت ضعیف، ذلیل، حقیر و گاو شیرده رو ترجیح میدن البته با همین شرط سرنگون نشه ولی بمونه که برای اینها فرصت سازی کنه خب چون آمریکایی دنبال این هستند که با جمهوری اسلامی حفظ بکنن و برای حفظ جمهوری اسلامی باید روابطشون رو ادامه بدن بایستی هر چند وقت یه بحث برجام رو زنده کنن بایستی مشکلات مالی جمهوری اسلامی رو حل کنند. ولی این کار با توجه به فشارهایی که در افکار عمومی وجود داره در این کشورها که افکار عمومی مؤثر هستند بر سیاست مداران و سیاست گذاری هاشون این کاری مگر سخته چجور آسون میشه اینکه یک ای مش خائن ایرانی یک کسی مثل آدم فاسدی و کثیفی مثل جواد ظریف بیاد باعث و توجیهگر باشه ببینید من خیلی نمیخوام به هم بزنم ولی بعضی افراد خیلی مدعی هستن برید مصاحبه های چند سال پیش ببینید که چطوری همین افراد ذوق زده بودن برای ظریف افتخار میکردن به اینکه ظریف میتونه خبرنگار خارجی رو آچمز بکنه یعنی چیکار میکرد زریف؟ ظریف سوالات به حق خبرنگاران خارجی در مورد سرکوب در ایران در مورد ماجراجوی های جمهوری اسلامی در مورد ت... کارهای تروریستی اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی رو با زبانی که تسلط داشت بهش توجیه میکرد و همین افرادی که این روزها خیلی مدعی هستن زوغ میکنن که ظریفی همچین توانمندی داره خب خب من اگر میگم بایستی مشاوران ایرانی بایدن، اوباما، رابرت ملی شناسایی باشن به دلیلی که این افراد کمک کردن به توجیه سیاستی که آمریکا میخواسته داشته باشه بعضی برای من نوشتن که مگر مثلا رابرت ملی یا بایدن یا, یا با اوباما بچن که تحت تاثیر مشاوران ایرانی قرار بگیرن اولا که مشاور تاثیر داره ثانیا من خودم پیشا پیش گفتم اونها تصمیمشون رو گرفتند ولی برای توجیه افکار عمومیشون نیاز دارن یک مش خائنی که شناسنامه ایرانی فقط دارن و هیچ نسبتی با ایران ندارن یا حتی شناسنامه ایرانی هم شاید ولی به هر حال متولد ایران هستن و نام ایرانی دارن یا اگه متولد ایران هم نیستن خودشون رو به نوعی به ایران پیوند میزنن آدمایی که به راحتی زمان هاشمی رفسنجانی و حتی بعدش به ایران رفت آمد داشتن در حالی که افراد دیگه که آمریکا بودن اگه می‌خواستن برن ایران مشکل داشتن اون آدما الان نزدیکترین افراد هستن به رابرت ملی یا قبلا بودن خب پس بحث من بر سر اینه که اگر اصرار دارم بر اینکه بایستی مشاوران ایرانی این مقامات آمریکایی شناسه بشن برای اینکه اینها کمک کننده بودن به توجیه سیاست‌های آمریکا و جنایت اینها بسیار فجیع‌تر از سایر همونطور که جنایت ظریف شما از جنایت قاضی سلواتی بدتر میدونم برای اینکه قاضی سلواتی برای اینکه بتونه به راحتی جنایتاش انجام بده به آدم مثل ظریف نیاز داشت جمهوری برای اینکه بتونه جنایت فجیع خودش در سرنگونی هواپیمای اوکراین رو پوشش بده نیاز به ظریف داشت که با وقاحت اومد گفتش که من به فرماندهان سپاه گفتم که اگر واقعا زرید بگید که من برم یه جور کنم یعنی طوری در مورد خون سر 76 نفر صحبت میکنه که هیچ قاتلی به این راحتی با این وقاحت صحبت نمیکنه خب از نظر من کسانی که جواد ظریف رو در دنیای غرب و در برابر چه در برابر ایرانی ها چه در برابر دنیای غرب پروموت میکردن دفاع ازش میکردن هضم میکردن از رفتار ظریف یعنی در واقع از توجیه جنایت توسط ظریف هضم میکردن و این رو از توانمندیان های ظریف میدونستن امروز ما حداقل حق نداریم بهشون اعتماد بکنیم و اگر افشا نشن هیچ بعید نیست فردا حتی در دولت بعدی آمریکا چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات باز همینا برن فریب بدن کمان که کردم همین الان که به شدت تحت فشارن اون خانم شری که می کرده از عکس یادگاری با ظریف امروز در ملاقات با بلینکن حضور داره پس من کماکان اصرار دارم ببینید یه میگن آقا ز... بله حتما باید با رابرت مالی به عنوان نماد سیاست آمریکا رابرت ملی که... که مثل جمهوری اسلامی نیست که یه نفر تصمیم گیر باشه رابرت ملی فقط ویترین قصه است بله یک آدم مت... کارشناس هم هست ولی پیاده کننده سیاست آمریکا است اینو بردارن یک سگ زرد جاش میگذارن تفاوتی نمیکنه فقط اتفاقا ما باید کاری که برای ما مهمه اینی که اجازه توجیه رو از اینا و هیچ کسی هیچ کسی مثل کارشناس نمایان و لابیست های خائن ایرانی نمیتونه راه توجیه رو برای این که با فرهنگ ایران آشنا هستن با, فر... با, ایرانی آشنا هستن هیچ کس مثل اینا نمیتونه راه توجیه رو برای آمریکاییایی که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ کنن باز کنه به همین خواهش میکنم به حرف دقت کنید من کماکان اصرار دارم که بایستی فشار بیاریم مشاوران ایرانی بایدن ملی بلینکن اوباما همه کسانی که در این سالها خیانت کردن به ملت ایران مشاوران ایرانیشون درصد خیانتشون بالاتر برای اون آمریکایی بر اساس منافع ملی خودش کار کرده ما نمیتونیم محکومش کنیم طلبی هم ازشون نداریم فقط میتونیم دروغ, دروغ بودن شعارهاشون رو افشا کنیم اما اون ایرانی نمای خائنی که کمک کرده باید حتما رسوا بشه در همین راستا چون همین آدم ها الان دارن در مورد فوتبال هم صحبت میکنن من بحث رو وصل کنم به بحث فوتبال ببینید امروز جمهوری اسلامی در سراسر دنیا رسوا شده کوس رسوایی جمهوری اسلامی به صدا در اومده تشت رسواییش از بام افتاده و کمتر دولتی کمتر مجمع بین کمتر کمتر رسانه‌ای جرأت میکنه در برابر افکار عمومی نام جمهوری اسلامی رو بدون ننگ و بدون لعن و نفرین بیاره حتما هر وقت میخوان در مورد جمهوری اسلامی صحبت یه اشاره به جنایت ها میکنن جمهوری اسلامی در بدترین شرایط جهانی خودش قرار گرفته کسی دیگه میگم اصلا پرچم جمهوری اسلامی الان دیگه فراموش شده نام جمهوری اسلامی کسی به عنوان یک کشور مستقل و یک حکومت نرمال نمیاره خب حالا شما بخواید خب فوتبال بدید چیکار کنید فوتبال مسابقه بدید که جمهوری اسلامی مثلا تیم ملی پیروز شه مردم شادی کنن اصلا مردم چرا الان باید شادی کنن دوستان آیا واقعا دل شادی دارید شما در شرایطی که هزاران نفر از فرزندانتون در زندان و قطعا تا زمان برگزاری مسابقات قطر هم آزاد نخواهند شد آیا انصافی که شادی کنند چرا باید شادی کنه وقتی که صدها کودک نوجوان جوان کشته شدن وقتی بسیاری از مردم گرسنن یک کارگری که ماده فقط فریاد زده مثل رضا شهابی حق همکاراشو خواسته دوباره 6 سال زندان بهش دادن اون معلمی که اومده فریاد زده زندان مضاعفش دادن آیا واقعا انصاف و مروت به ما اجازه شادی میده اصلا دل شادی دارید به فرض که یه شادی بخوان بکنن آیا از این شادی به دستاوردی که جمهوری اسلامی پیدا میکنه میارزه ببینید دوستان وقتی که تیم فوتبال ما تیم کشتی ما یا هر یکی از تیمهای ورزشی هنری نمیدونم هر کسی که به عنوان نماینده فعلا متاسفانه نماینده ایران میره بیرون هر پیروزی که به دست بیاره هر موقعیتی که پیدا کنه نتیجهش اینه ملاحظه کرد نتیجه نتیجه که پرچمی که امروز کاملا پایین کشیده شده به صورت سمبولیک و حتی به صورت واقعی در بسیار از جاها دوباره به احتضاز در میاد دوباره سرود ننگین جمهوری اسلامی در استادیوم ها و جاهای مختلف پخش خواهد شد دوباره ورزشکاران ناچارن افتخار کنند به این پرچم ننگین آیا این ارزش داره در میگم شرط کاملا با سالهای گذشته تفاوت کرده امروز همه دنیا خواه ناخواه متوجه اعتراضات مردم ایران شدن و توجه دارن میکنن به جنایت های بی جمهوری اسلامی حالا ما به خاطر دلخوشی چند نفر به خاطر اینکه چند تا فوتبالیستی که کوچکترین ارقی نسبت به هموطنانشون ندارن بیایم این نام رو دوباره بلند کنیم نام, ایران و نام جمهوری اسلامی و پرچم جمهوری اسلامی رو ما چه بدهکاری به این ورزشکاران داریم که اندکی غیرت ملی و همیت میهنی ندارن اندکی نسبت به که زندان هستن کسانی که کشته شدن کسانی که گرسنه هستند حتی اگر فرض کنیم سرکوب وجود نداره چرا ما بایستی پله بشیم برای کسب افزایش ثروت کسانی که ثروتشون معادل ثروت صدها خانواده گرسنه است و کوچکترین انگیزه ندارن چند تا از این فوتبالیست‌ها رو شما می‌شناسید که بخشی از ثروتشون رو اختصاص به مردم و ضعیف داده باشن شما ممکنه میگید وظیفه ندارن. من منم میگم وظیفه ندارن. ولی چرا باید ملت ایران خرج این آدم باشه الان یک روزی کشور در شرایط نسبتا طبیعی بوده یا اگر هم طبیعی نبوده مثل امروز در اوج جنایت و فلاکت نبوده میگفتم حالا خرجشون میکنیم و به هر باعث شادی ملت میشن اما در شرایطی که نه شادی برای ملت وجود داره نه این افراد کوچکترین همراهی با مردم کردن چرا بایستی کمک کنیم به اینها که اینها کمک کنن به بالا آمدن به نام جمهوری اسلامی کمک کنیم به اینها که اینها کمک کنن به پخش شدن سرود ننگین جمهوری اسلامی و مطرح شدن نام جمهوری اسلامی در جهان کمک کنیم به اینکه یک الدنگی که رئیس ف... یک ف... تاج فاسد هم فاسد اخلاق هم دارای فساد گسترده اقتصادی اون بیاد پوز بده و در بره در خارج کشور در برابر دوربین های مختلف پیش مصاحبه کنه و حتما صد بار نام نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بیاره این بزرگترین ببینید امروز هر کاری که باعث بشه که نام به خاک افتاده جمهوری اسلامی بلند بشه خیانت به ملته خیانت به آینده کشوره خیانت به عزیزانی که چند هزار نفرشون در زندانن و همین امروز رئیس قاتل قوه قضاییه گفته برای چهار تاشون حکم محاربه صادر شده کسانی که تشویق میکنند باعث میشن حتی اگر باعث یک روز توجهات از مسائل داخلی به این فوتبال متوجه بشه خیانت میکنن و دستشون به هر جنایتی که نسبت به دستگیر شدگان نسبت به کشته شدگان اتفاق افتاده و اتفاق میفته آلوده است در اون شریک هستند و کسانی که ببینید هر کس این استدلال من رد میکنه بیاد بگه. بگه چه منفعتی ازش هست از اینکه یک تیم فوتبالی که اکثر قریب به اتفاقشون کوچکترین تعصبی نسبت به کشورشون ندارن کوچکترین شرفی نسبت به سرنوشت هموطنانشون که دارن سرکوب میشن گرسنه هستن فقط بحث سیاسی نیست در چه دوره فقر انقدر در کشور ما بوده در چه دوره دولت مردان وقیهش میمدن میگفتن که ما الان به راحتی میتونیم بشماریم هر نفر چند تا نان خریده و روز به روز بدتر میشه برید ببینید همین آدما ماها مردم معطل کردن و بعدم به توصیه اون اه اه الدنگ بیخرد محمد مرندی فرزند پزشک مخصوص خامنه ای اومد گفتش که اروپا زمستونش نزدیک اینا ناچار میشن که به خاطر گاز بیان با اون مصالحه کنن و امروز به شما خبر بدم که نرخ سود نرخ انواع سوخت از جمله گاز به شدت در اروپا و آمریکا داره میاد پایین علارغم پیش بینی های احمقانه ای اونها مثل پیش احمقانه خود خامنه ای که سال 2012 گفتش که تا 9 سال دیگه نفت آمریکا تموم میشه اومد بر اساس این پیش احمقانه و گزارش های که بهش بودن رفت بحث یمن رو وارد شد به خاطری که فکر میکرد که آمریکا وقتی نفتش تموم بشه نقش نفت خلیج فارس بالاتر خواهد رفت مهمتر خواهد شد گفت خب ما شمال خلیج فارس که داریم جنوبیشم تو یمن داشته باشیم برای که بتونیم باجگیری کنیم و هشت سال ملت ایران دارن هزینه ای این حماقت خامنه‌ای رو میدن حالا هم همینطورن خب شما برای این آد... میخواید نام اینها رو بلند کنید ببینید وقتی این کار کردید دوباره مذاکره با جمهوری اسلامی عادی سازی میشه وقتی که شما جمهوری اسلامی در یک مجمع بزرگ بین که تمام توجهات جهان درش هست دوباره مطرحش کردید اونم به خاطر میگم یه تعداد فوتبالیست بی خیلی راحت من به شما میگم برای یک آدم فاسدی به نام تاج نتیجه میشه که مذاکره با جمهوری اسلامی طبیعی عادی میشه امروز مذاکره با جمهوری اسلامی برای هر مقام خارجی برای هر دولت خارجی برای هر حتی خبرنگار خارجی قبیحه میبینید که خبرنگاران که اشتها داشتن این موقع به هر دلیلی حتی با احمد نژاد مصاحبه کنن امروز دنبال بهانن که مصاحبه نکنن و رسوا کنن اینا رو ولی شما با این کسانی که حمایت میکنن و بعد میرن این تحریم رو در کنار تحریم دیگه میذارن عملا یا خودفریبن یا مردم فریبند و یا دستشون در این کاسه پر از فساد و جنایته خواهش میکنم اجازه ندید این کار راحتی انجام بشه خواهش میکنم میگم نگذارید نشستن در کنار تیم های جمهوری اسلامی چه تیم ورزشی چه تیم سیاسی عادی بشه در دنیا امروز دنیا شرمنده است از اینکه در کنار یک مقام ایرانی وایسته مقام جمهوری اسلامی شرمنده است از اینکه مذاکره کنه شرمنده است از اینکه میز مذاکره برقرار که یک طرفش پرچم جمهوری اسلامی باشه و شما میخواید پرچم جمهوری اسلامی رو دوباره عادی سازی کنید کسانی که اصرار دارند بر, بر حضور تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جهانی امیدوارم که قبل از اینکه مجامع بینالمللی تصمیم بگیرند و کار از کار که امیدوارم این تصمیم رو بگیرن اگر فوتبالیست های ما اندکی غیرت درشون ایجاد نشد ولی ام... ای کاش تعدادی از فوتبالیست ها خودشون غیرت به خرج بدن و اونها پیش قدم بشن اونها اجازه ندن که این تیم بالا برنده پرچم زمین خورده جمهوری اسلامی باشه منتظرم که دوستان هر تلاشی میتونن انجام بدن در پتیشن هایی که تشکیل شده برای این کار و حالا بازم اونم یه دارم مصادره میکنه از قبل نامه هایی رفته تلاش و ها شده به هر هر کسی این کار کرده دستش در نکنه خواهش میکنم همکاری کنید ولی امیدوارم امیدوارم قبل از اینکه خارجی ها حق مردم ایران را استیفا کنم قبل از اینکه خارجی ها و فدراسیون های خارجی که فدراسیون فوتبال بسیار فاصله هست نمیدونم چقدر تاثیر داره ولی قبل از اینکه اونها جلوگیری کنند از مطرح شدن نام جمهوری اسلامی فوتبالیست های خود ما غیرت به خرج بدن و در برابر جمهوری اسلامی از ایران دفاع کنند از مردم ایران دفاع کنند و از مظلومینی که قطعا عرض می کنن. در روزهایی که اینها میخوان برن در خارج از کشور و فوتبال بازی کنند و پولی به دست بیارن و وعده‌هایی که جمهوری بهشون دادن تعدادی از فرزندان ما در زندان‌ها یا زیر شکنجن یا تحت احکام بسیار سنگین موفق باشید